سلام، من همین تازه رسیدم خونه، موبایلم کاملا خاموش شده بود، شارژ نداشت. حیف که نمیتونستم براتون استوری بذارم، اتفاقای زیادی افتاد، حالا بعدا براتون تعریف میکنم. من زیر بارون استانبول خیس، ببین خیس خیس، ببین کلا میبینی؟ بذار بهتون نشون بدم. نه بذار، هوای استانبول هوای خوبی نیست به خدا. صدر ببین، اینقدر که این کاملا خیس خیس شده، میبینی کاملا خیس خیس شده. بعد دیگه چی میخواستم بهتون بگم؟ هم یهو اینقدر سرد شد، بارونی و سرد. خب ظهرش والا خیلی خوب بود، میخواستم چون سرد بود از فروشگاه رفتم بیرون، اشتباه کردم رفتم بیرون. بعد به ذهنم اومد که اوکی حالا برگردم فروشگاه یا جکت چیزی بخرم، صدام اکو می درس هم خوب می‌کنه، یه جکتی چیزی بخرم بعد مثلا برم بیرون. خب حالا می‌خواستم برم داخل فروشگاه، داخل مرکز خرید، چون موبایلم کاملا خاموش شده بود، حس کد می‌خوام اینجا، یعنی یه کدی هست مخصوص هر کس هست که این مخصوص کرونا هست، مثلا اگر کرونا گرفتی میتونن پیگیریت کنن، ردیابیت کنن. بهش میگم آقا موبایل من خاموشه، من حس کد دارم ولی موبایلم خاموشه، شارژ نداره. نه نذاشتم. حالا جالبه که چقدر قوانین رو رعایت میکنن، ولی نگاه کن اتوبوساشون، آسانسوراشون، مراکز خریدشون، این قشنو که مردم اینطوری به هم چسبیدن، به خدا وارد آسانسور شدن اصلا خیلی پشیم، اینطوری اصلا بدنش خورده به بدنم، انگار حس نمیکنه مثلا بدنش خورده به بدنم. بعد میگه حس کادت خاموشه، ما نمیذاریمت بریم فروشگاه، بیا اینجا بذار برو. بعد این بدبخت هم دیگه عمر آخرش رو کرد، ببین کاملا خیس خیسه، نه خودش این بود، نه این یکی بود، فکر کنین با این برگشتم چیز خیس خیس دیگه، باید فکر کنم میمیره این دیگه. دیدم هم کردم، بعدم بهتون نشون میدم، این همون کفش سنیکر یا همون اسپورتی که شما میگین هست. ببین دو تا میخواستم بخرم و به زور اون دوتا رو انتخاب کردم. حالا چی؟ میخواستم استوری براتون بگیرم، این احمق خاموش شد، اینم با خودم نبرده بودم. اسنیکر دوم اینقدر خوشگل بود، اینقدر خوشگل بود، پیدا نمی کردم. میدونی مثلا از جعبش بر نه مثلا یه چیزی هست، نمونه هست میکنی توی پات، بعد مثلا بخوان جعبه چیزشو بهت بدن، جعبش رو پیدا نمی کردم، آخرم نخریدم، پیدا نمی کردم. حالا سر فرصت اجازه بدین، حالا خوبه یکی خریدم همینطوری که کارم رو را بندازم، سر فرصت من اول از همه نیاز دارم یخچال بخرم، لباس شویی بخرم، تختم رو جور کنم، بعدم میرم خرید لباس، یعنی از صبح تا خودش